سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، نخستین ساعت پخش تفسیر خبر. در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که در عرصه برنامه اتمی جمهوری اسلامی میگذرد، آنچه که در این عرصه مربوط به ایران و مردم ایران میشود. دور تازه مذاکرات اتمی میان نمایندگان حکومت فقیه و 5+1 به زودی در وین آغاز خواهد شد و ادامه این مذاکرات در نیویورک خواهد بود. چه دستاوردهای این مذاکرات میتواند برای ایران و مردم ایران داشته باشد؟ چرا روایتهای متضادی از تفاهمنامه میان حکومت ایران و 5+1 در تهران ابراز و اظهار شده است؟ آنچه که فکت شیت مذاکرات نامیده می شود، چرا به گفته آقای ولایتی مصلحت نیست که منتشر شود؟ هزینه برنامه اتمی حکومت دینی ایران را چه کسی پرداخته است جز ملت ایران؟ با من و شما هستند آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد، و آقای مازیار شکوری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در ترکیه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. اعتمادی عزیز، با سلام به شما در هوای حتما خوب استکهلم، اگر نیست حتما خواهید گفت. منم خدمت شما، همکارانتون، بینندگان برنامه شما و همچنین خدمت آقای شکوری سلام عرض میکنم. و هوا رو نفرمودید آقای اعتمادی پیش. آقای چالنگی عزیز، هوا نسبتا خوبه، آفتابی ولی ابری هم هست. ما راضی هستیم. همیشه راضی باشید. هوای نسبتا خوب استکهلم و روزهای بهتری در پیش خواهد بود، هوای اسکاندیناوی. آقای شکوری با سلام به شما در ترکیه. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، جناب آقای اعتمادی گرامی و همکاران شما و تمام بینندگان شنوندگان عزیز ایرانی در هر کجای دنیا که تشریف دارن. سپاسگزار هستیم. این اشاره هم بکنم به تازگی مطلبی از آقای شکوری در سایت گویا هست که میتونین بینندگان عزیز ما مراجعه کنن. هر از چنگ های مطالب ایشون در سایت گویا نیز منتشر میشه. آقای اعتمادی عزیز، صحبت هوا شد و هوای استکهلم که نسبتا خوب هست. بله. اما در یک زمینه های هوا به قول معروف هوا پسه، مثل به نظر میرسه در زمینه اتمی، مسئله اتمی ایران، اون چی در عرصه مذاکرات میگذره، هوای چندان متناسب با مطالبات و خواسته های حکومت فقیه نیست، اگرچه از جهاتی روند مذاکرات رو در جهت رفع تحریم ها به سود مردم ایران میدونن که قطعا میتونه باشه. تفسیر شما رو بیشتر. من فکر میکنم آقای چالنگی، به هر حال با توجه به اینکه حکومت اسلامی ایران نزدیک به 37 سال گذشته تمام سیاست‌های خودش رو در تمام سطوح
به نوعی به دور از واقعیت، به دور از حقیقت بهتره بگم، پیش برده. بنابراین نمیشه انتظار داشت که هوای مناسبی در انتظار حکومت و در انتظار متاسفانه کشور ما هم باشه. به ویژه در رابطه با مسائل هسته‌ای، حکومت ایران از نخستین روزی که دست به فعالیت این موضوع زد، به نوعی با فریبکاری و پنهانکاری کار خودش را آغاز کرد و همین امروز هم زمانی که پای میز مذاکره نشسته، اون چرا که در این مذاکرات تا به امروز انجام گرفته رو به صورت واقعی برای مردم کشور ما بیان نمیکنه، برای مردم دنیا بیان نمیکنه و در نتیجه با یک چنین سیاست مزورانه که فقط قصد فریبکاری رو داره برای حفظ و بقای حیات این حکومت، نمیتونیم انتظار مناسبی داشته باشیم از نتایج به اصطلاح این مذاکرات و ادامه اون. حتی اگرچه جمهوری اسلامی تلاش کرد که در آخرین جلسه مذاکرات خودش در شهر لوزان و هنگام بازگشت آقای ظریف به ایران شرایطی رو به نمایش بگذاره و به نوعی شادی ها و موفقیت هایی رو که چیزی جز شکست نبود در نتیجه این مذاکرات و در به اصطلاح محتوای بیانیه که تحت عنوان تفاهم معروف شد، یعنی معروف شد، یعنی تفاهم نامه معروف شد، به دروغ اون رو به پیروزی و به اصطلاح به یک نتیجه مناسب به حال مردم ایران سعی کرد معرفی بکنه و اون چرا که ما دیدیم و اون چرا که ما میدونیم و شما به درستی اشاره کردید، چیزی که هنوز رؤوس اساسی اون برای ما مشخص نیست و آقای ولایتی به عنوان نماینده رهبرم به بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی که میخواستن که جزئیات بیشتری از این مفاد بیانیه بدونن، گفتن که این مسئله ربطی به اینجا نداره و تنها باید در اجلاس و در جلسات مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 بهش پرداخته بشه. بنابراین این اشارات من بیشتر منظورم این است که بگویم که با یک چنین سیاست مزورانه نباید انتظار زیاد مناسبی برای نتیجه این مذاکرات داشت. و تفسیر و نظر شما رو آقای شکوری گرامی میشنم. نگاه کنید جناب آقای چالنگی، بحث این فقط قضیه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. اصولا جمهوری اسلامی همیشه در مورد مسائل مختلف یک وامود و هوا را بازی میکند. مسئله اتمی هم به همین ترتیب هست. شما اگر نگاه بکنید چه در ژنو چه الان در لوزان، اون چیزی را که از طریق دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی خواست که در فضای داخلی به خورد مردم بدهد یا حتی به خورد جهانیان بدهد، کاملا متفاوت بود از اون چیزی که در مذاکرات پیش آمده بود و توافق شده بود. شما الان نگاه کنید جمهوری اسلامی میگوید که ما توافق نامه نیست، تفاهم است. حالا اگه تفاهم هم باشد، یکی از معاهدات بین المللی تفاهم است. شما معاهدات داریم، توافق نامه ها داریم، مقاول نامه ها داریم، فرار میکنن. بعد آمدن و گفتن که خیر، این بیانیه است. همیشه یک همچین حرکتی را انجام میدن و از اینا واقعا انتظار راستگویی نمیشود داشت، به این جهت که راهی را رفتن که دیگر برگشت ندارن. علتش هم این است. نگاه کنید حرکاتی که جمهوری اسلامی میکند عقبه مردمی ندارد، مشروعیت مردمی ندارد، اعمال و رفتارش کاملا در تقابل با حقوق ملت هست. به همین جهت هست میاد سرخود تصمیم گیری هایی میکند، اونها رو اعمال میکند، آخر سر هم درش میموند. یکی از اینها همین مسئله اتمی هست، مثل مسئله گروگانگیری، مثل مسئله جنگ. و وقتی هم که شعارهایی میدن مثل اینکه حق مسلم ماست و آخر هم نمیتوانن اجرا کنن، کوتاه میآیند، دیگه نمیتوانن به مردم راستش رو بگوین. نتیجه این میشود که امریکایی ها و طرف غربی یک چیز اعلام میکنن و نتیجهش این هست که استقلال حتی ایران به دست این رژیم نقض میشود، که خارجی ها میتوانن وارد کشور بشن. اما آقای خامنه ای با این تیم مذاکره کننده همواره میآید و به مردم ایران دروغ میگوید، میگوید که غربی ها حق غنی سازی را برای ما به رسمیت شناختند، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از موضع ضعف به پای میز مذاکرات رفت، چه در ژنو و چه در اینجا، خود آقای خامنه ای تاکید کرد بارها و بارها در همین چندی پیش اخیرا و گفتن که
تحریم ها از لحظه اول باید لغو بشه. بنابراین شما در موضع ضعف بودی که رفتی پای میز مذاکرات و طرف خارجی که همواره برای شما مجازات وضع میکرد قوت رو در اختیار داشت. بنابراین این شما بودید که کوتاه آمدید، یعنی راه دیگری نداشتید به این ترتیب. بنابراین ما نمیتوانیم انتظار راستی و درستی از این رژیم داشته باشیم. همچنان با دروغگویی، با کذب، با تحریف و سانسور پیش خواهند رفت. اشاره کردم به حق مسلم، من باز این اشاره رو بکنم که در همون وبسایت خبری گویا، وبسایت وزین گویا که مطلب آقای شکوری گرامی و عزیز منتشر شده، هادی خورسندی، هادی خان خورسندی دوست دیرینه و عزیز ما، شعر تازه رو منتشر کرده با همین عنوان حق مسلم ما، درباره همین موضوع طنز پرداز بزرگ ارزشمند ایرانی. حتما سری بزنید و ببینید. آقای اعتمادی گرامی، به نظر میرسه که این مسئله اتمی، مسئله اتمی ایران سه ضلع داره، یک مثلث سه ضلعی یا سه رأسی هر چی که اسمش هست. یکی طرف جامعه جهانی که نمایندگی میکنن پنج به اضافه یه، یکی حکومت ایران آقای خامنه ای و تمام مخلفات مربوطه، و یکی هم مردم ایران هست. یعنی یک جای مساله و منافع مردم واقعا کاملا جداست از مساله و منافع سیاسی یا هر چی که هست جمهوری اسلامی. آیا این مثلثی رو که برخی از ناظران تصویر کردن واقع بینانه است؟ کاملا واقع بینانه است، منتها با توجه به اینکه مردم ما به نوعی بی اطلاع از جزئیات تمام سیاست های حکومت اسلامی ایران بودن در طی این سال ها، از جمله مسئله فعالیت های هسته این رژیم، در نتیجه نمیتونن دخالت آگاهانه ای نسبت به این مسئله داشته باشن، مگر اینکه با توجه به وضعیت موجود مردم میتونستن نمایندگان خودشون رو به عنوان یک نیروی مستقل، به عنوان اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیونی که بتونه حکومت ایران رو تحت فشار قرار بده تا مردم بدونن واقعا جزئیات این مذاکرات و این تفاهم نامه و در آینده اگر توافقی هم صورت بگیره چگونه خواهد بود. و به همین خاطره که ما میبینیم که وقتی که بیانیه تفاهم نامه منتشر میشه در اینجا و اونجا بخش های از مردم ما، البته نه همه مردم ما، دست به جشن و شادی و نمیدونم تبریک گفتن به هم دیگه میکنن، ضمن این که کوچکترین اطلاعی راجع به جزئیات این مسئله بدونن. و همونطور که آقای شکوری و جناب عالی هم اشاره کردید، این هستش که واقعا اگر این توافق نامه بر اساس همین رؤوس مطالبی که تو این تفاهم نامه، بیانیه تفاهم نامه اومده، اگر بخواد به اجرا در بیاد، مردم ایران چه چیزی عایدشون خواهد شد؟ به نظر من درست گفتید شما، این تقسیم بندی درسته. یکی از رؤوس این مثلث حکومت اسلامی ایرانه که با به اصطلاح فعالیتش در عرصه مسائل اتمی، با این امید که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، قصد داره که بتونه حیات خودش رو حفظ بکنه، نظام جمهوری اسلامی رو نگه داره، سعی بکنه که به سایر کشورهای در منطقه تجاوز خودش رو ادامه بده و اون چرا که در طی این 37 سال گذشته انجام داده. و طبیعتاً یک رأس دیگر این مثلث که کشورهای پنج به علاوه یک باشن، اونها هم بعد از به اصطلاح پشت سر گذاشتن مراحل مختلف و فشارهایی که از طریق تحریم ها به رژیم آوردن و مجبورش کردن به موضع ضعف بیفته و به استیصال بیفته تا پای مذاکره بنشینه، طبیعی بود که یک چنین رژیمی با این ضعف و ذلالت در مذاکراتی که با این کشورهای پنج به علاوه یک داره به هر خاری و به هر افتضاحی تن بده. بنابراین در اینجا تا این مرحله جمهوری اسلامی تونسته با به نوعی اداره کردن این مذاکرات موقعیت خودش رو همچنان حفظ بکنه و کشورهای پنج به علاوه یکم به اهداف سیاسیشون برسن، رژیم و وادار به عقب نشینی بکنن
معادل 200 میلیارد دلار هزینه که صرف ساختن تاسیسات اتمی شده رو تبدیل به آهن پاره بکنن و نگذارن که حکومت اسلامی ایران به هدف خودش برسه، ولی در اون سو یک رأس این مثلث، یعنی مردم ما، به دلیل همونطور که عرض کردم بی اطلاعی از جزئیات این مسئله و سیاست هایی که حکومت اسلامی ایران در رابطه با مسائل هسته‌ای دنبال میکنه، به قول معروف سرشون بی کلا بمونه و ثروت هایی که متعلق به اونها بود تا به اینجا به هدر بره و هنوز ندونن که در صورتی که این توافق نامه به امضا برسه چه نتایج شومی رو در آینده نصیب مردم ما خواهد کرد. خیلی کوتاه بفرمایید، اعتماد اشاره کردید که نگذارن جمهوری اسلامی به هدفهای خودش برسه. هدفهای جمهوری اسلامی چی هست؟ هدفهای جمهوری اسلامی طبیعتاً در رابطه با مسئله هسته‌ای در مرحله اول دست پیدا کردن به سلاح هسته‌ای بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با توجه به اهداف شومی که در منطقه به خصوص داره برای کشورگشایی، برای تسلط بیشتر به منطقه و تجاوز به حقوق ملت‌های مختلف در منطقه‌ای که ما درش زندگی می‌کنیم، و در نتیجه وقتی که کشورهای غربی او رو وادار به عقب نشینی بکنن، این نمیتونه به اون اهداف و منافع خودش دست پیدا بکنه و طبیعتاً در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. اگر تمام این اقدامات و این به اصطلاح مذاکراتی که الان هنوز در شرف ادامه یافتن هست به نتیجه برسه، اگر به نتیجه نرسه که بنابراین تمام این داستان و این سناریو به هم خواهد ریخت و شرایط جدیدتری به وجود خواهد اومد. من یک توضیح کوتاهی فقط اینجا بدم، اینکه کنگره آمریکا، کنگره مجموعه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، آنچه رو که در سوال و جواب از آقای جان کری وزیر خارجه خواستن و انجام دادن و سرانجام به تصویب رسوندن، این هستش که محدود کردن و کنترل بیشتر بر روند مذاکرات و اعمال و عمل، عرض کنم خدمت شما، آنچه که مورد توافق هست و نظارت تقریبا مستقیم کنگره بر روند مذاکرات و توافقات که باید برخلاف اونچه که پرزیدنت اوباما میخواست که به اصطلاح این مذاکرات مستقل در مراحلی باشه، کنگره سرانجام تونست خواست قانونی خودش رو در این زمینه اعمال بکنه و نظارت خواهد کرد بر تمامی روند مذاکرات و آنچه که مورد توافق هست. این رو از این جهت گفتم چون روایت های مختلفی از توافق کنگره آمریکا یا تصمیمات کنگره آمریکا هم در تهران منتشر شده. خلاصه این تصمیمات کنگره چنین هست در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی، و این نکته مهم این که همه هشدارشون این بود که به راهی که در مذاکرات با کره شمالی رفت، آمریکا نباید رفت، چون اونجا هم نشستند و مذاکراتی کردند و انجام دادند و توافقات تا اندازه‌ای به عمل اومد، اما سرانجام اون پشت مشتا کره شمالی تونست با چتر زیر چتر این توافقات و تفاهم نامه و هرچی که بود، بالاخره به دلیل سهل انگاری در نظارت و اعمال مفاد مورد تفاهم و توافق تونست سلاح اتمی تولید کنه. نگرانی کنگره آمریکا و معالن اکثریت مردم آمریکا و جهان غرب از این موضوع. اما حکومت ایران، آقای شکوری عزیز، معتقد هست که برنامه هسته‌ای خواست همه ملت ایران هست، یک برنامه ملی هست، و حتی آقای خامنه‌ای این رو مطرح کرده که ما از نظر شرعی اصلا مخالف سلاح هسته‌ای هستیم. چه دلیلی هست که باور نکنن که یک رهبر دینی در ایران اعلام میکنه از نظر شرعی مخالفیم؟ این حرفشون قابل قبول نباشه. تفسیر شما رو نگاه کنید جناب آقای چالنگی، متاسفانه تمام اعمال و رفتاری را که جمهوری اسلامی از روز ابتدا انجام داده، چه زمان آقای خمینی و چه الان زمان آقای خامنه‌ای و بعدا هم همین خواهد بود، پشتوانه مردمی را ندارد. حتی ما میبینیم که اینها اصلا علنا هم میگویند که رأی مردم، نظر مردم مشروعیت ندارد، اما همیشه
استدلالشون این هست که خاص مردم هست، حقوق مردم هست، مردم میخواهند، این کلمه مردم رو میآورند. واقعا اگر اینها راست میگفتن که مردم میخواهند، حقوق مردم هست، خب مشکلی نداشت، مردم رو آزاد میگذاشتن، مردم خودشون در سرنوشت خودشون بخواهند که بیاین و مشارکت داشته باشن. در همین مسئله هسته‌ای شما اگر نگاه کنید میگوین حق مردم ایران است، تنها کسانی که در دنیا شاید بگوییم که هیچ گونه اطلاعی از مسئله هسته‌ای ایران، از روندش، از اهدافش نداشتن، مردم ایران بودن. اصلا مسئله هسته‌ای ایران، اتمی ایران از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا مدت‌ها پنهان بود تا در 4 ساله دوم آقای سید محمد خاتمی به یک باره افشا شد، مانند بم ترکید. اگر واقعا حق مردم هست، این چه حقی است که خود مردم ایران خبر نداشتن؟ و این چه حقی است تا هر کسی اظهار نظر میکرد صاحب نظران باید میرفت زندان، این شده بود جزء اون خطوط قرمز. بنابراین این گونه نیست. اما اینکه آقای خامنه‌ای میگویند که ما به جهاد شرعی مخالف هستیم، نگاه کنید در اسلام شرعا شکنجه حرام است، تخویف که میگوین یعنی خوف دادن حرام است، تجرید که یک نفر رو ببریم توی این سیاه‌چال ها و بازداشتگاه انفرادی نگهداریم، اینا همه حرام است. اما ما میبینیم آقایان به راحتی انجام میدن به خاطر اینکه منفعت و مصلحت حکومت خود را در نظر میگیرن. بنابراین چه مردم ایران و چه دنیا نمیتوانن به حرفهای آقای خامنه‌ای اعتماد کنن، به خاطر اینکه بارها از اینها یک همچین مشاهداتی داشتیم. کما اینکه یک نکته را عرض کنم، نگاه کنید آقای ظریف و برخی های دیگه تا حرف میشود میگوین ما رفتیم در مذاکرات گفتیم که آقای خامنه‌ای فتوا دادن که این اتمی حرام است و از این مسائل ها و ما به این فتواها گوش میدیم. نگاه کنید از لحاظ فقهی هم نگاه کنیم، فتوای یک مجتهد اونقدر برش ندارد. اون چه که میتواند برش داشته باشد باید قانون باشد، باید امضا باشد و باید ضمانت اجرا داشته باشد، به خاطر اینکه این فتاوی هم میتواند برای خیلی ها الزام آور نباشد. اصلا در فقه همین است، اصل تقلید خودش موضوعیت ندارد. در این موضوع هم همین گونه است، خود اصل تقلید خیلی اوقات موضوعیت نداره، بنابراین فتوای آقای خامنه‌ای هم میتونن موضوعیت نداشته باشد. این رو بس ما به اون علاوه کنیم، یعنی فتوای آقای خامنه‌ای یا هر کسی دیگر هم زیاد مهم نیست. یعنی قضیه فتوا کشیده شده به مسائل اتمی اصلا. آقای چالنگی نگاه کنی، اصلا این بحث فتوا رو نباید مطرح کرد. نگاه کنی شما وقتی میرید بس فقه میشید، الان مثلا رساله های عملیه رو نگاه میکنید، میگوید اگر یک مقلدی بخواد خلاف فتوای فقیه اعلم، مجتهد اعلم عمل کند، اما عمل کردنش درست باشه، یعنی فتوای مجتهد اعلم اشتباه باشه، اون چرا که خود مقلد اجرا کرده بس این درسته. یعنی در اصل قضیه اصلا بحث تقلید، بحث فتوا خودش فی نفسه موضوعیت ندارد. در اینجا هم همینه، شما حتی میبینید در تاریخ اسلام همین الان در یک موضوع مشخص فتاوی متناقض ما زیاد داریم. بنابراین به فتوای یک شخص نمیشود اعتماد کرد در این مسئله. در این مسائل اون چه مهم هست امضا هست، اون چه مهم هست قانون هست، معاهدات هستند. بله خب مسئله یک کشور با کشور دیگه یا با جامعه جهانی است کشور، و من واقعا تصور میکنم شما آقای اعتمادی میتونید تصور کنین روان شاد انشتین بزرگ اگر زمانی امکان داشت تصور کنه که مثلا قضیه اتمی که اون کشف کرده و هرچه که بوده سجا پیدا میرسه به جایی که فتوا در باره استفادهش صادر بشه، کسی مثل آقای خامنه‌ای یا مثل اون بابا مصباح یزدی فتوا بدن، یا احمد جنتی راجع به اینکه بمب اتم و دستاوردهای کشف آقای انشتین به اینجا برسه، تصور اینکه انشتین چه واکنشی داره برای شما امکان پذیر است؟ خب واقعیتش اینه که نه، برای انشتین که هیچی، برای من و شما حدود 37 سال پیش این تصور به نظر من وجود نداشت که روزی مملکت ما به یک چنین سرنوشتی بیفته که یک، یعنی عقب مونده ترین قشر جامعه ما روحانیون یا ملاها یا آخوندها سرنوشت کشور ما رو در دست بگیرن و بعد هم امروز به اینجا کشیده بشه که هیچ امیدی به آینده کشورمون با توجه به ادامه این سیاست ها نباشه. ولی جناب چلنگی، من خواستم در رابطه با این مسئله، این که
اینها ادعا میکنن که مسئله ساختن بمب هسته‌ای از نظر به سلام مبانی شرعی درست نیست. خب همینه، در همین موضوع بفرمایید. بله، من فکر میکنم، اولا من تصور نمیکنم که در آیات قرآن راجع به تولید سلاح هسته‌ای ما آیه‌ای داشته باشیم که در این مورد مطلبی گفته باشه. لااقل من بی اطلاعم، اگر دوستان دیگر میدونن خب میتونن کمک کنن و راهنمایی کنن. منتها مسئله اینه که اعتراض دنیا به مسئله محدود کردن سلاح هسته‌ای و یا ممنوع کردن ساختن سلاح هسته‌ای، و بیشتر به این خاطره که این سلاح اگر مورد استفاده قرار بگیره جان انسانها رو به خطر میاندازه و زندگی رو از اونها میگیره، در صورتی که ما میبینیم که خب همین حکومت اسلامی از نخستین روزی که بر سر کار اومده، نه این حکومت اسلامی، شما تمام گروه هایی که امروز در منطقه مثل داعش، مثل القاعده، اینها برای کسب قدرت سیاسی عمل میکنن و بر اساس ایدئولوژیشون یا مذهبی که بهش باور دارن، شما ببینید به چه شکلی خشونت به کار میبرن. مسئله اگر خشونت از بین بردن جان آدمیه، که خب هم جمهوری اسلامی و هم این گروه های مانند داعش و القاعده و گروه های شبیه اینا که در اعمال خشونت ید طولایی دارن، بنابراین چه فرق میکنه که مثلا شما جان آدمی رو با بمب هسته‌ای بگیرید یا اینکه اینها رو تو قفس بکنید آتششون بزنید یا اینکه اینها رو به صورت دست جمعی بکشید و توی قبرهای عمومی به اصطلاح دفن بکنید. مگر جمهوری اسلامی با فرزندان خود ایران چه کرد؟ مگه ما قتل عام زندانیان سیاسی رو یادمون رفته که چند هزار نفر رو در فاصله چند هفته اینها کشتن و دفن کردن و هنوزم که هنوزه حاضر نیستن نسبت به این عمل شنیع و زشت خودشون به اصطلاح برخورد بکنن، حداقل از خانواده های اونها به اصطلاح عذرخواهی بکنن. بنابراین چه فرقی میکرد اگر اون 3-4 هزار نفر رو اینها در یک نقطه جمع میکردن و با یک بمب هسته اینا رو از بین میبردن، یا اینکه اینها رو با اتاق گاز درست کردن در زندان اوین، یا اینکه به صورت دیگری اونها رو به دار کشیدن یا اعدام کردن. بنابراین یک دروغ بزرگ سران حکومت اسلامی میگوین که از لحاظ شرعی تولید سلاح هسته‌ای یا سلاح کشتار دست جمعی اسمشه، بگید یه معنای تعریف دیگه سلاح هسته‌ای، سلاح کشتار جمعیه. بنابراین رژیم ایران که بچه‌های خودشو، مردم ایران رو به صورت جمعی کشته، چطوری ممکنه بهش اطمینان کرد حالا بگن که نه ما از لحاظ شرعی اعتقادی به تولید سلاح هسته‌ای نداریم؟ به نظر بنده، من معتقدم از اونجایی که این حکومت بدون کشتار، بدون قتل عام، بدون ایجاد جنگ، بدون اعمال به اصطلاح خشونت نمیتونه اصلا حیات خودش رو ادامه بده، در نتیجه خیلی طبیعیه که اینها در فکر تولید سلاح هسته‌ای باشن. چرا که امروز نه تنها مردم ایران مخالف این حکومتن، بلکه ملت‌های دیگر در منطقه، مردم جهان نگرانن از حضور و وجود این رژیم. بنابراین اینها به خاطر حفظ خودشون خیلی طبیعیه که در فکر ساخت سلاح هسته‌ای باشن. به نظر من به هیچ عنوان نمیشه به ادعای اینها باور کرد، کما اینکه شما میدونید اینا در خدعه کردن به هر حال از لحاظ شرعی اجازه رو دارن که هر دروغی رو بگویند، مثل امام که در فرانسه گفت ما میایم ایران یه چیزی درست میکنیم مثل شبیه فرانسه، دموکراسی و آزادی برای همه، همه هم میتوانن باشن، ولی وقتی اومدن شروع کردن از همون روز اول به کشتن و قتل عام کردن مخالفین و منتقدین خودشون، آخرم گفتن ما خدعه کردیم. حالا چند تا نکته هست من خیلی سریع بگم خدمتتون. یکی اینکه به کشتار زندانیان اشاره کردن، برخی از بینندگان احتمالا نمیدونن، توضیح بدم در دهه 1367 زندانیانی که محکومیتشون رو میگذروندن قتل عام شدن، بسیاری آمار مختلفی است، بین 3 تا بالای 10 هزار نفر گزارش شده. بیشتر زندانیان نیروهای سازمان مجاهدین خلق بودند و گروه های چپ هم بود و گروه های دیگه، اما اکثریت همونطور که اشاره کردم سازمان مجاهدین خلق بود. و پیش از دهه 60 در دهه 50 نیز
کشتار مستمر در ایران آغاز شد، عملا از 27 اول پس از انقلاب بر پشتبان مدرسه علوی امیران و دولت مداران پادشاهی ایران که به دست انقلاب افتادند و این کشتار از همون روز ادامه داشت در دهه 50 بسیار زیاد و در دهه 60 هم همچنین که اشاره کردند. یکی به تولید سلاح اتمی اشاره کردند و آنچه که آقای خمینی گفتند و در مورد خودعه کردند و اینجا هم اشاره کردن به تولید سلاح اتمی. جالب هست این دو کلمه و در مطلبی آمده، آقای هاشمی خاطره رو نقل کردن، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی یک بیانیه صادر کرده درباره آنچه که آقای هاشمی درباره خاطره از آیت الله خمینی گفته. تیتر این هست: آقای هاشمی لطفا متناسب با هاشمی جدید امام جدید تولید نکنید. متن این داره که هر کسی از زن خود شد یار من نیست، نه ابدا ربطی به اون شعر بزرگ مولوی نداره. این هستش که هر کسی در جمهوری اسلامی متناسب با نیازهای سیاسی خودش یک امام تولید میکنه. امام منظور آیت الله خمینی هست. این موضوعی است که حتما راجبش صحبت خواهیم کرد که وقتی که حرفای آقای خمینی که قابل دسترسی از هم ضبط شده تصویری و هم صدا و هم مکتوب و هم جلو چشم همه نسل ما دست کم اتفاق افتاده، این واقعه، وقتی روایت های متضادی ازش میشه که آقای هاشمی رفسنجانی ناچار متوسل بشه به بیت آقای خمینی، نوه ایشون بگه بله آقای رفسنجانی درست میگه، اون یکی بگه نه خیر آقای نوه آقای خمینی هم درست نمیگه، روایت های مختلفی میگه. من یک پرسش از علمای اعلام و حجج اسلام دارم، پس چطور میشه روایت های گوناگونی که از امام های شیعه طی قرنها پس از هزار سال به اعتبار اونها، به اصطلاح اعتبار اونها رو پذیرفت که نه تلویزیونی بوده نه رادیویی بوده نه چی، این امام ساخته شده جلوی چشم مردم ایران الان نیم قرنی هم نگذشته، ربع قرنی هم نگذشته، گذشته شاید ربع قرن، این روایت های متضاد هست و غیر قابل اعتماد از کسانی که باش زندگی کردن، پس چطور میشه اونها رو معتبر دونست؟ این رو دارم حجج اسلام، علمای اعلام در حوزه های مختلف و عدیده علمیه و غیر علمیه در پیش و پس پرده این حوزه ها به این فکر کنن و پاسخی متناسب بدن، درهای تفسیر خط به روی اونها بازه، میتونن مکتوب با صدا با تصویر برای ما بفرستن. با آقای مازیار شکوری هستیم در ترکیه، آقای حسن اعتمادی در سوئد. تا لحظات دیگر. آقای شکوری عزیز، ببینید همین نکته‌ای که در مورد آقای هاشمی رفسنجانی هست و بقیه موضوعات مربوطه، ببینید در عرصه سیاست خارجی به نظر میرسه که یک پارچگی، حالا از هر نوع هست، حکومت استبدادی یا هر چی که هست، وجود نداره و در سیاست خارجی و هسته‌ای از بیت رهبری افتخاره هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل در نارمک میتونن تأثیر بذارن، کما اینکه فرمانده سپاه پاسداران یک روز آمد و تأیید کرد این تفاهم نامه رو آقای جعفری، 4-5 روز بعد از صحبتهای آقای خامنه ای که آمد یک حرفای دیگه ای زد، آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران آمد و در واقع اون حرفا رو وارونه جور دیگه ای مطرح کرد. سیاست خارجی ایران رو واقعا چه کسانی میچرخونه در حال حاضر؟ نگاه کنید جناب آقای چالنگی، وقتی آقای جعفری فرمانده سپاه میان ابتدا یک موضعی میگیرن و پس از اون سخنرانی آقای خامنه‌ای، یعنی سخنرانی حدودا دو پهلو که میخواستن خودشون رو تبرئه کنن از این فضاحت هستی، موضع دیگری میگیرن،
این بنابراین نشون میدن که تمام سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دستان آقای خامنه ای قرار داره، یعنی ارادش با آقای خامنه ای است، تصمیم گیری با آقای خامنه ای است، تمام این مسائل با خود آقای خامنه ای هست. اما یک موردی که هست بالکل اینها در سیاست خارجی همون سیاست بازها و کبوترها رو دارن، از زمان خاتمی بیشتر شد، بالاخص در مورد مسائل اتمی. بنده یادم هست یک بار در همون زمان آقای ولایتی در دو تا از مطبوعات خارجی مقاله ای نوشته بودن، بعد اون رو به فارسی هم ترجمه کردن، گفته بودن آقا ما وقتی میرویم خارج اصلا از ما میپرسن که تو مملکت شما کی به کیست، تصمیم گیرنده کیست، اصلا این ساخت قدرت شما چگونه است، اصلا ما هیچ نمیدونیم در ایران چی دارد میشود. بعد ایشون در اون مقاله یک توضیحاتی داده بودن. حتی در اون زمان بنده یادم از آقای حجاریان بحث چنگانگی قدرت را مطرح کردن و گفتن آقا خود طرفهای غربی هم موندن که واقعا چه تصمیمی باید بگیرن، دولت یک چیز میگوید، این در داخل حتی دولت اصلا دیدگاه مختلف است، مجلس یک چیز میگوید، بیت رهبری یک چیز دیگر. باید بگویم اینها با این متعمدانه هم خیلی اوقات این برخوردها رو میکنن، هم دنیا رو واضی میدن و هم کار رو برای مردم و تحلیلگران سیاسی دشوار میکنن. همین الان هم همین شده، دقیقا نزدیکان به بیت رهبری بعد از این مذاکرات لوزان که نتایجش بیرون آمد، توافق نامه آمدن و یک سری مواضعی گرفتن. آقای شریعت مداری در کیهان که سخنگوی آقای خامنه است یک چیز گفتن، آقای کوسری در مجلس یک چیز گفتن، هر کدام یک چیز میگفتن. به نظر میرسن بس اینجا باشد تعمدن، این که آقای خامنه ای باید از تمام این مسائل مبرا باشن، این فضاحتی که بیرون میآید و الان تا حدودی بیرون آمده، مردم دارن متوجه میشوند که چه شکستی خورده این آقا و ایران رو به چه ننگی نشانده، چه هزینه عجیب این ملت به عبارتی خرج شده بی اجازه این ملت. آقای خامنه ای باید مبرا باشن، به هر حال ایشون ولی فقیه هستند دیگه، ایشون میفهمن و دیگران متاسفانه حالا به قرائت اینا نمیفهمن، ایشون باید مبرا باشن. بنابراین هر زمانی در تاریخ این فضاحت کاملا رو شد، آقای خامنه ای باید مبرا باشن. در نتیجه استنادشون هم میشود در اون زمان به صحبت های آقای شریعت مداری و امثال اینا و این صحبتی که چندی پیش آقای خامنه ای کردن، گفتن که من به تیم مذاکره کنندم خط قرمزا رو مشخص کردم، حالا اون دیگه هنر خودشون هست و صحبت های من اینها هستن که دارم میگویم، که این در تاریخ بماند و این آقا تبرئه بشود. همونجور که در بحث گروگانگیری و قرارداد ننگین الجزایر که آقای بهزاد نبوی امضا کرد، قرار بر این بود که امام امت هم اونجا تبرئه بشوند، پاشون به میان کشیده نشود. اما تا فعلا که این طرفداران خاتمی یک عده آمدن آقای ظریف رو دارن با مرحوم دکتر مصدق مقایسه میکنن، تا فعلا هم این دو طرف گویی ها این است، تا فعلا آقای خامنه ای قهرمان معرفی بشوند، این سیاست یک بام و دو هوای اینها به این صورت است، هر طرف کفه ترازو رفت اونگونه اینها بهره برداری کنند. آقای شکوری عزیز، از حرف شما میشه این استنباط رو کرد که آقای خامنه ای که یک ترم جدیدی، یک موضوع جدیدی رو مطرح کرده بود توی این عرصه به عنوان نرمش قهرمانانه، آیا الان در صدد این نیستند که نتیجه مذاکرات رو، چون کلمات مثل شکست و پیروزی در عرصه سیاسی ایران از 23 بهمن ما آغاز شد، مشت به دهان این و این زدن آغاز شد، دیپلماسی ما ایران شد بخش بزرگیش مشت و لگد و مرگ بر این و اون، و این بگذاریم از ما، اما از حرف شما نمیشه این استنباط کرد که این نرمش قهرمانانه رو میخوان منجر میشه کم و بیش به یک اصطلاح بسیار بسیار جدیدتری به اسم شکست پیروزمندانه، همچی نمیخوانه بود کنه. نگاه کنید این یه جورهای حالا یک همچین چیزی هم باید به دنبالش بگردیم، یعنی اون چیزی که در اصل شکست هست اما میخواهم پیروزی وانمود کنن، که الان هم در صدد این هستن، اما حالا تا چه حد اینها به این نتیجه برسند و موفق بشوند این مشخص نیست، که بتوانند به افکار عمومی داخل ایران بقبولانند که ما پیروز شده ایم. این زمینه برای توهم چقدر بخواهد که حاصل خیز باشد
این بحث دیگری است. اما در مورد نرمش قهرمانانه بد نیست ما بگوییم که اصولا اینها نرمش رو در بیرون روابط سلطه هستن همین گونه است. وقتی زورشون نمیرسد با طرف غربی، طرف خارجی، سلطه دست اونها هست، اینها نرمش نشون میدن. اما در داخل در برابر مردم ایران خیلی قهرمانانه سرکوب میکنن، قهرمانانه اسید روی سر کل ملت میپاشن، قهرمانانه شکنجه میکنن و و و و و همینی که شما گفتید مشت و لگد و شاخ میزنیم و از این مسائل ها رو، اینها رو قهرمانانه در برابر ملت انجام میدن. بله کاری نداره که بر در دیوارم خواهند نوشت شکست ما عین پیروزی ماست. آره زیاد سختی نیست، چند دفعه بر منبر میگن تعبیر و تفاسیری که همیشه بوده و بر منبر گفته شد. صحبت نرمش شد، نرمش سوئدی زمانی در دوره ما نوجوانی و کودکی معروف بود، در مدارس هم انجام میدادیم و همینطور. اما به یک پرسش هست آقای اعتمادی، آیا میشه جهان رو بازی داد اونطور که آقای شکوری گفتن که قصد این حکومت هست بازی دادن جامعه جهانی، اینکه آقایون و خانم ها میرن میشینن مذاکره میکنن با آقای ظریف که معلومم نیست چرا این همه بی خودی میخنده ایشون، یعنی اینجور شاید دیپلماسی فقاهتی است مثلا، بی دلیل و با دلیل و بی مورد و با مورد دهان ایشون به خنده بازه، همیشه خندان باشه. آیا میشه بازی داد با چون این ترفندهایی که فتوا دادن که حرام است، نمیدونم ما نرمش قهرمانانه در مذاکرات چیزی بگن، در جای دیگه برن در ایران چیز دیگه ای وانمود کنن، آیا جهان هوشیار نیست؟ ببینید آقای چلنگی، من و شما که سالیان سال برادر این کشور غربی زندگی کردیم میدونیم که سیاستمداران و اصولا سیاست کشورهای غربی و به هر حال کسانی که در عرصه سیاست دخالت دارن کار تخصصی است برای اینها و حداقل میتونیم بگیم که برای رسیدن به منافع خودشون بسیار دقیق عمل میکنن. البته نباید اینو نادیده گرفت که جمهوری اسلامی ایران هم در طی این 37 سال گذشته بازیهای سیاسی زیادی رو به کار برد و تا تونست تا به امروز به اصطلاح بر سر قدرت بمونه. اما اون چی که امروز ما شاهدش هستیم، نه به نظر من جمهوری اسلامی قادر به فریب جهانیان نیست. شما همین نتیجه مذاکرات رو ببینید، همین بیانیه اولیه که الان دست اینا دادن گفتن برید در ایران به مدت 3 ماهی که مونده برای آخرین به اصطلاح فرصتی که باید توافقنامه نهایی امضا بشه، به اینا گفتن برید بعد از اینکه 200 میلیارد دلار تقریبا هزینه کردید برای فعالیت هسته‌ایتون، همه رو ببندید، همه رو تعطیل کنید. یعنی با خفت و خاری اینها رو وادار کردن صرف نظر از تمام این تاکتیکات برن در دل کوه کیلومترها بشکافن مثلا تاسیسات اتمی فردو رو درست کنن، تاسیسات آب سنگین عراق رو درست کنن، انواع و اقسام سانتریفیوژها رو بتونن به صلاح به کار ببرن، اورانیوم 20 درجه ای درست بکنن و غیر و ذالک، همه رو اینا از بین بردند. بنابراین اینا نتونستن فریب بدن، تازه این اول کاره. این که اینا نمیخوان رؤوس تمام این تفاهم و یا توافقات که قرار انجام بشه رو برملا بکنن، تمام اینا نشانه اینه که کشورهای غربی و سیاستمدارای غربی تنها در مورد مسائل هسته‌ای نیست که با اینها الان دارن مذاکره میکنن. اینها باید در رابطه با مسائل سیاست‌های خودشون در خاورمیانه، موضع‌گیریشون در رابطه با اسرائیل، مسئله حقوق بشر، مسئله به اصطلاح مسئله به همکاری کردن و حمایت کردن از گروه‌های تروریستی، تک تک اینها و مسئله موشک‌های بالستیک اینها، همه اینها یکی یکی مورد بحث قرار گرفته. این بحث هایی که اینا نمیخوان مطرح کنن پشت درهای بسته به مذاکره میشینن و آقای ولایتی هول میشه و میاد حتی بنا به خواست 200 نفر از نمایندگان مجلس که میگن آقا این رؤوس این جزئیات این قضیه رو برای ما که نماینده مجلسیم ظاهرا نماینده مردم بگید، آقای ولایتی یک کلام میگه نه لازم نیست بگیم. خب اینا وقتی به خودشون یعنی به نمایندگانی که صلاحیتش تایید کردن آوردن نشوندنشون توی مجلس به اونا هم اعتماد نمی کنن، خب طبیعی است که به مردم ایران، به مردم ناراضی ایران هم اعتماد نکنن.
و طبیعی است که دنیا هم به اینا اعتماد نکنه و به همین خاطر امروز که اینا رو پای میز مذاکره نشونده، کاملا اینها رو از تمام اهدافی که تو تمام عرصه‌ها برای حفظ قدرت خودشون داشتن محروم میکنن. اینا رو تبدیل به یک نیروی به اصطلاح یک نیروی بی دست و پا، یک نیروی ذلیل و خوار میکنن که هر وقت هم خواستن تصمیم نهایی رو در مورد اینها بتونن بگیرن. بنابراین به نظر من به هیچ عنوان حکومت اسلامی قادر به فریب کشورهای غربی نیست. دلیلش هم نتیجه این مذاکراتی است که تا امروز ما شاهد هستیم. آقای اعتمادی، در پرانتز شما در خلال صحبتاتون اشاره کردید که حکومت اسلامی، حکومت دینی، حکومت روحانیت شیعه در ایران طی این 30 چند سال هم تجربیاتی داشته، بازی‌های سیاسی داشته. بدون تردید 30 چند سال برای کودن‌ترین آدم‌ها نیز فرصت طولانی و بیش از کافی هست که تجربه اندوزی کنه در راهی که میره، به هر حال یک اموری رو یاد بگیره، بلد بشه، یک خبرگی به دست بیاره. حالا تا چند روز به دست آوردن بماند. اما نکته که شما اشاره کردید که گفتید به استناد همین اومد تا امروز تونسته موندگار بشه به خاطر بازی های سیاسی که تونسته بکنه. اما کلمه ماندگاری تا به امروز حکومت ایران، بسیاری معتقدن بخش بزرگیش مدیون سرکوب های مستمر هست، زندان و شکنجه سیاه‌چال عقیده بسیاریست که معتقد هستن اگر حکومت هایی مثل حکومت دینی ایران تا به امروز مونده، بخش بزرگیش به خاطر بگیر و ببندها و اختناق هایی هست که تا به الان بوده و اعدام ها و شکنجه ها و هر چی که بود. این رو چه نظر دارید و چه تفسیری؟ چون کاملا حق با شماست جناب چالنگی. مسئله من عرض کردم که اینها در عرصه سیاست های بین المللی تونستن به هر حال به نوعی وارد بازیایی بشن که بتونن خودشون رو توجیه کنن و بمونن، ولی امروز دیگه دنیا دست اینها رو خونده و میدونه که اینها فقط با تزویر و دروغ به حیات خودشون ادامه دادن. اما عوامل دیگه ای هم در باقی موندن اینا کمک کرده، به طور نمونه همون موردی که شما اشاره کردید، سیاست سرکوب و سانسور و به اصطلاح کشتن و اعدام و غیره و ذالک. ولی عوامل، یکی از عوامل اصلی دیگه هم که کمک کرد که این حکومت به نظر من باقی بمونه اینه که نیروی اپوزیسیون به اصطلاح جدی و قوی در برابر اینا وجود نداشت. حالا این یک بحث دیگه است، من وارد اون نمیشم. البته در مورد اپوزیسیون که صحبت میکنی، یک نکته ای هم باید اشاره کرد که در سالهای اولیه پس از انقلاب چه روندی داشت اپوزیسیون ایران و به چه شکل بود. کسانی چون روانشاد دکتر شاپور بختیار، البته باز نکته پشت نکته میاد، آقای شکوری ما الان خدمت میرسیم، پرسشایی داریم، ولی یکی از کسانی که در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بسیار موثر بوده آقای قاسم سلیمانی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی من اشاره کردم، آقای قاسم سلیمانی و سپاه قدس بوده که در اوضاعی که در عراق هست دست داشته، در یمن و جاهای دیگه، و همینطور کشتار رهبران اپوزیسیون، اعضای اپوزیسیون، آقای قاسم سلیمانی سپاه قدس و بسیاری از عملیات دیگه که به عملیات تروریستی جمهوری اسلامی زیر اون عنوان توجه برانگیز بوده برای کشورهای آزاد جهان، آقای قاسم سلیمانی گوچه، یکی از روزنامه نگاران ساکن اروپا، به هر حال به دلیل شاید دلبستگی هایی که همچنان به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی داره و به طایفه ای از طایفه های حکومت، آقای قاسم سلیمانی رو عارف نامیده، نظر ایشون هست. البته عارفی که ذکرش نه چون عارفان سنتی ایران، بلکه ذکرش ریختن خون این و آن بوده، آقای قاسم سلیمانی و فرمانبران اون. و به هر حال کسانی مثل آقای قاسم سلیمانی در طول تاریخ ایران همیشه ستایشگرانی داشتن، چون امروز این روزنامه‌نگار مقیم اروپا که به هر حال
از آزادی بیان هم برخوردار هست و حق اون هست در هر عقیده‌ای داره بگه، دست کم در اروپا. اما آقای شکوری عزیز، نکته این هستش که ببینید، شک برانگیز آیا نیست که حکومتی که با این اصرار و این همه هزینه به دنبال این هست که انرژی هسته‌ای به دست بیاره و در خدمت مردم بگیره این انرژی هسته‌ای رو اونطور که مدعی هستش و فتوا میده رهبرش که حرام، نخیر ما بمب اتمی نمیخوایم، شک برانگیز نیست که جامعه جهانی میبینه در زمینه‌های هیچ اقدام اساسی برای ملت نمیشه، از آلودگی هوا گرفته تا دارو تا مواد غذایی تا حتی امور شرعیه مربوط به علما و حجج اسلام که ساعتها در حوزه‌های علمیه مورد بحث قرار میگیره، شیعی به اسم آفتابه که رکن رکینه و اساسی هست در مباحث فقهی بین علما که چقدر باید ابعادش باشه، چه میزان آب بگیره، این رو از چین وارد میکنن. شک برانگیز نیست که این حکومت انرژی هسته‌ای برای چی میخواد؟ برای مردم میخواد. آقای شکوری نگاه کنید، آقای چالنگی، از اون چیزی را که کارشناسانی که در زمینه تشعشعات هستی مسائل اتمی و فیزیک و اینها هستن اونها نظر میدن و کارشناسانی که در زمینه انرژی اظهار نظر میکنن اونها میگوین که اصلا انرژی هسته‌ای حتی به صورت صلح‌آمیزش هم حق ایران در حال حاضر نیست، به این جهت که ایران انرژی های بسیار دیگری دارد که میتواند از اونها بهره ببرد و این تمامی این سایت های اتمی، تمامی مراکزی را که درست کردن، همه اینا کهنه هست، چهار برابر این تأسیسات جدید اینها هزینه بر هست خودشون از لحاظ سوخت، از لحاظ استهلاک و و و غیره. این یک مورد. واقعا جمهوری اسلامی میخواست که در جهت حقوق ملت یک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز درست کند اونگونه که خودشان ادعا میکنند، تا الان همین مواردی رو که حضرت عالی فرمودید اینها رو باید رعایت میکردن. الان رودخانه های کشور ما بسیار آلوده هستن، بسیاری از رودخانه ها بسیار آلوده هستن، حتی از یونیسف جاهای دیگه بارها کمک هایی هم کردن به اینها که اینها بخوان اونجا لایروبی کنن، اینها معجزیست رو تمیز کنن، اما این کار رو نکردن. همین گردبادهایی که در خوزستان ما داریم همیشه اینا رو هشدار دادن، کمک های مالی شده، باز معلوم نشد این پول ها چه شدن، مسائل دیگر به همین ترتیب. بنابراین اون چیزی که اینها در زمینه انرژی هسته‌ای میخواستن فقط بمب اتم بود و یادمون باشد که آقای هاشمی رفسنجانی اون زمان در نماز جمعه تهران گفته بود اگر این ایران یک بمب هسته‌ای داشت، بمب اتمی داشت، این اسرائیل نمیتوانست اینقدر به مسلمان ها زور بگوید. این حرف آقای هاشمی رفسنجانی بود. من یه خاطره هم برای شما عرض کنم، ما منزل آقای دکتر یزدی بودیم، چهار ساله دوم آقای خاتمی، یک خانم خبرنگاری از خارج اومد با ایشون صحبت کرد، ما که متوجه نمیشدیم، یه جای محیط شد، بعدا پرسیدیم گفتیم اون قسمت چی بود، ایشون گفت من میخواستم از این خانم اطلاعاتی کسب کنم، از این خانم که برای مصاحبه اومده بودن. بنده از این خانم پرسیدم که کی گفت که اینها میخوان بمب اتم درست کنن، ما هیچ شواهدی نداریم، شما اگه دارید به ما بگویید. میگفت اون خانم برگشت گفت من قبل از اینکه بیام اینجا با شما مصاحبه کنم رفتم به تمام بازارهای جهانی، تمام لیست های خریدی را که جمهوری اسلامی خرید کرده همه را تهیه کردم، بعضی از این اجناسی، از این موادی که اینها تهیه کردن، اینها فقط برای ساخت بمب اتم هست، دیگر به درد هیچ چیزی نمیخورد. بنابراین هدف اینها این بوده و الا اینها مسائل اولیه‌ای که در زمینه حقوق ملت باشه رعایت نمیکنن. آقای اعتمادی واقعا خوب توضیح دادن، گفتن که اینها فتوا مثلا دادن حالا که ما بمب اتم نمیخوایم، ولی خودشون واقعا اصلا خود این رژیم سلاح کشتار جمعی است، یعنی اصلا حقوق ملت رو کامل نادیده میگیره. بس بنابراین اون چیزی که ما از رفتار اینها میبینیم، حتی اگر ما اشراف به مسائل اتمی و هسته‌ای هم به صورت علمی دقیق نداشته باشیم، رفتار اینها نشان میداد اون چه که اینها به دنبالش بودن به خاطر حقوق مردم نبوده، فقط منفعت خودشون بوده، جنگ افروزی بوده در جهت سلطه خودشون. سپاسگزار است. من البته برای لاپوشونی برده پوشی برای خریدهای مشکوک اتمی، خب برای میشه مثلا 100 تن هم حاج منیزی هم زمنان خرید با لوازم یدکی
منجر به ساخت بمب اتمی. سپاس بسیار آقای مازیار شکوری در ترکیه، با سپاس. و آقای حسن اعتمادی عزیز در استکهلم، سپاسگزارم. منم سپاسگزارم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با رزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری کوهساران دنا، دلهو، درات و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.